به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. شماری از پناهجویان افغان در اندونزیا خبر دادند که یک پناهجو افغان در شهر تانجونگ پیانگ این کشور خودکشی کرده است. آنها گفتند این جوان 27 ساله شام یکشنبه به دلیل فشارهای روانی ناشی از زندگی دشوار در اندونزیا خود را در اتاقش حلقه ویز کرده است. یک منبع گفت پلیس اندونزیا برای انتقال جنازه این جوان تا جاکارتا 30 میلیون روپیه اندونزیایی درخواست کرده است. به همین دلیل تا کنون پناهجویان افغان موفق نشدند جنازه را از شفاخانه تحویل بگیرند. منابع گفتند اعضای خانواده این جوان در استرالیا به سر میبرند و برای انتقال جسد او به جاکارتا و یک شرکت استرالیایی 12,000 دلار پرداخت کردند. پیش از این شماری از پناهجویان افغان در اندونزیا در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر مکاسار تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسیدگی به پرونده های مهاجرت خود شده بودند. عمران خان محاکمه می شود. منابع رسانه‌ای گزارش دادند که عمران خان رئیس حزب انصاف و نخست وزیر پیشین پاکستان که اکنون در زندان به سر می برد در دادگاه در پاکستان محاکمه خواهد شد. دادگاه در پاکستان نخست وزیر سابق این کشور را به اتهام نقض قوانین مربوط به اسرار رسمی و آسیب رساندن به روابط دیپلماتیک محاکمه خواهد کرد. او متهم است که در یک گردهمایی در سال گذشته نامه محرمانه را در دست داشته و آن را تکان میداده است. آقای خان گفته که این سند جزئیات یک توطئه خارجی به هدف برکناری اوست. متهم دیگر این پرونده شاه محمود قریشی معاون رئیس حزب تحریک انصاف است. حمله جبهه آزادی بالای طالبان در کاپیسا. جبهه آزادی افغانستان میگوید که نیروهایش در کاپیسا به یک قرارگاه طالبان حمله کرده و در این حمله 4 طالب کشته و 2 از دیگر این گروه زخمی شدند. و گفته جبهه آزادی افغانستان این حمله شب گذشته به قرارگاه طالبان در ساحه ریگروان در مرکز کاپیسا انجام شده است. در خبرنامه این جبهه آمده است که چریکهایش با غنیمت گرفتن یک قبضه راکت انداز از ساحه نبرد با موفقیت بیرون شدند. مسئولان محلی طالبان در کاپیسا تا کنون درباره ادعای جبهه آزادی اظهار نظر نکردند. ورزشکار افغانستان بلندترین قله ایران را فتح کرد. رقیب فاروقی ورزشکار افغان مشهور به مرد یخی افغانستان از فتح دماوند بلندترین قله ایران خبر می دهد. رقیب فاروقی روز دوشنبه یک عقرب به روزنامه 8 صبح می گوید که بلندترین قله ایران موسوم به دماوند را فتح کرده است. او افزوده است به بلندترین قله کشور دوست و همسایه ایران موسوم به دماوند که 5610 متر ارتفاع دارد صعود کردیم. فاروقی علاوه کرده است البته قله مذکور نه تنها که ارتفاع بلندی دارد بلکه از صعب العبورترین قله در سراسر ایران معروف است. درخواست 10 میلیارد دلاری بایدن برای کمک به اوکراین و اسرائیل. جو بایدن روز جمعه از کنگره آمریکا بیش از 150 میلیارد دلار برای کمک به اسرائیل و اوکراین و تامین امنیت مرزی با مسکو درخواست کرد. گفته می شود که بخش از این بودجه پیشنهادی برای امور بشر دوستانه، رسیدگی به پناهجویان و مقابله با چین اختصاص یافته است. شالان دایانگ مدیر بودجه کاخ سفید گفته جهان نظاره‌گر است و مردم آمریکا به درستی از رهبرانشان انتظار دارند که برای تحقق این اولویت‌ها گرد هم آیند. و در پایان، جای جون نماینده ویژه چین در خاورمیانه روز دوشنبه اول عقرب اعلام کرده پکن مایل است هر کاری که قادر است برای پیشبرد گفتگو، دستیابی به آتش بس و بازگرداندن صلح در خاورمیانه انجام شود بکند. جای جون در اظهاراتی که امروز در تلویزیون مرکزی چین نشر شده وضعیت غزه را بسیار جدی توصیف کرده است. تشکر از توجهتان. تا بعد و درود.